سلام، به یه اپیزود دیگه از پادکست خط خوش اومدین. توی این اپیزود قراره که خلاصه یه کتاب کیمیاگر اثر پائولو کویلو رو براتون تعریف کنم. زندگی کردن برای هر کسی یه معنی داره. بعضیا فقط دنبال آسایش و گذروندن ساده زندگی هن و بعضی های دیگه میخوان سرنوشت خودشون رو کشف کنن. پائولو کویلو در کتاب کیمیاگر درباره دسته دوم حرف میزنه. این اثر که سرشار از نکته‌ها و ماجراهاست میتونه تلنگری موندگار برای روح‌های سرگردون باشه. ماجرای کتاب کیمیاگر در مورد جوانی به نام سانتیاگوه. اون چوپانی با سواده که همراه با گوسفندان خودش در دشت‌های آندلس سفر میکنه. هیچ چراگاهی در اون حوالی از تیررس نگاه اون پنهان نمیمونه. گوسفنداش هم خوب میدونن که هر جا سانتیاگو باشه، علف تازه هم پیدا میشه. اون علاقه زیادی به مطالعه داشت. در واقع اصلا از اول قرار نبود که چوپان بشه. اون در صومعه تحصیل کرده بود و پدر مادرش که کشاورزای فقیری بودن، آرزو داشتن پسرشون کشیش بشه. اما وقتی زمان انتخاب فرا رسید، سانتیاگو به پدرش گفت که علاقه به شغل روحانیت نداره و میخواد سفر کنه. تلاشای پدرش برای راضی کردن اون به جایی نرسید. دست آخر اون با چند گوسفند که با اندوخته پدرش اونها رو خریده بود و چند کتاب راهی دشت‌های ناشناخته آندلس شد. سانتیاگو هر شب یه خواب تکراری میدید. تو خوابش پسر بچه‌ای بین گوسفنداش میومد و با اونا بازی میکرد. بعد به سمت سانتیاگو می اومد، دستشو می گرفت، اون رو به سمت اهرام مصر می برد و می گفت تو گنج خودت رو اینجا پیدا خواهی کرد. اما درست قبل از اینکه سانتیاگو بتونه جای دقیق گنج رو ببینه از خواب می پرید. ماجرای این خواب تکراری اون رو بسیار کنجکاو کرده بود. در نهایت دلش رو به دریا زد و تصمیم گرفت که تعبیر خواب خودش رو از پیرزنی که در دهکده زندگی می کنه بپرسه. به گفته اهالی اون از علم تعبیر خواب باخبر بود. سانتیاگو به ملاقات پیرزن میره، اما تنها چیزی که دستگیرش میشه یه شریکه. پیرزن بعد از شنیدن ماجرای خواب به اون میگه که باید به مصر سفر کنه و گنج رو بیرون بیاره. اما قبل از اینکه سخنی بگه از سانتیاگو قول میگیره که 1/10 گنج رو به اون بده. چوپان داستان ما از حرفای پیرزن چیزی بیشتر از اون چه خودش میدونست دستگیرش نشد. احساس میکرد کلاه گشادی سرش رفته و وقتش تلف شده. اون به گوشه ای از میدون رفت و سعی کرد روی کتابی که به تازگی گرفته بود تمرکز کنه. در همین میاد پیرمردی کنار اون نشست و شروع به صحبت کرد. سانتیاگو سعی کرد با جوابای سربالا اون رو از سرش باز کنه، اما پیرمرد ولکن نبود و مدام سوال میپرسید. بالاخره سانتیاگو تصمیم گرفت که جلو پلاسش رو جمع کنه و جای دیگری به دنبال کمی آرامش بگرده. همین که بلند شد پیرمرد به اون گفت جای گنج رو به تو نشون میدم، در عوض 1/10 اونو به من بده. سانتیاگو فکر کرد که این پیرمرد شوهر همون پیرزنیه که برای تعبیر خواب رفته سراغش. به همین دلیل عصبانی شد و خواست حرف تندی بزنه که دید پیرمرد تمام ماجرای زندگی اون رو از زمانی که توی صومعه درس میخونده تا همین امروز که به دنبال تعبیر خوابش اومده بود روی زمین نوشته. ظاهرا حقه در کار نبود و پیرمرد از چیزی خبر داشت. قرار شد که فردا همین موقع سانتیاگو به جای نقشه گنج 1/10 از گوسفنداشو به اون بده. وقتی سانتیاگو از اون پرسید که چرا نظرش برگشته و به جای 1/10 گنج 1/10 از گوسفنداشو میخواد، در پاسخ شنید شاید وقتی ببینی که واقعا در این مورد بهایی پرداخت کردی بیشتر قدر اونو بدونی. پیرمرد اینو گفت و در میون جمع ناپدید شد. بالاخره روز معامله فرا رسید. سانتیاگو که تصمیم خودش رو برای سفر به مصر گرفته بود، قبل از رفتن سر قرار به جز سهم پیرمرد الباقی گوسفنداشو به دوستش فروخت. بعد به محل قرار رفت و 6 گوسفند خودش رو به پیرمرد داد. در پاسخ همون سخنایی رو شنید که روز گذشته پیرزن شنیده بود. با این تفاوت که پیرمرد کمی از اون بانوی فرتود دست و دلبازتر بود و 2 سنگ سیاه و سفید که خاصیتشون یافتن نشانه ها بود رو به اون داد. خیلی زود سانتیاگو خودش رو سوار بر قایقی دید که به سمت مصر داشت حرکت میکرد. وقتی پاش رو روی زمین گذاشت با مردمی روبرو شد که با زبان عربی حرف میزدن و زنانشون هم به جز چشم ها همه جای بدنشون رو پوشونده بودن. سانتیاگو میدید که در زمانهای مشخصی کسی بر سر یه بلندی فریاد میکشید و بقیه خودشون رو به نزدیک اون میرسوندن. کمی خم و راست میشن و ناگهان صورت خودشون رو به خاک میمالن.
مردها در قهوه خانه دور هم جمع میشن و به جای شراب چای تلخ مینوشن. اون راه میرفت و تعجب میکرد. یادش میومد که در کشور خودش به این افراد کافر میگفتن. کفر و دین در هر ملتی بسته به نگاهشون به جهان معنی متفاوتی پیدا میکنه. حالا جا عوض شده بود و اون کافری در بین دینداران اونجا به شمار میرفت. سانتیاگو برای خستگی در کردن به یکی از اون قهوه خونه ها رفت. با ایما و اشاره یه استکان چای سفارش داد و مشغول تماشای مردم شد. داشت با خودش فکر میکرد که چطور میتونه خودش رو به اهرام مصر برسونه که ناگهان جوانکی با زبان اسپانیولی احوال اون رو جویا شد. سانتیاگو از اینکه یه عرب به زبان مادریش صحبت میکنه تعجب کرد. اون دو نفر با هم کمی صحبت کردن و قرار بر این شد که این جوان به عنوان راهنما اون رو تا اهرام برسونه. با هم به بازار رفتن تا شتر بخرن. غافل از اینکه این جوان دزدی بیش نبود و تمام دار و ندار سانتیاگو رو در عرض چند ثانیه رو بود. حالا اون مونده بود با جیبای خالی، کشوری ناآشنا و مردمی که به زبان بیگانه سخن میگفتن. خیلی زود باز یه نفری به بالای بلندی رفت، با صدای بلند چیزی رو خوند و ناگهان همه مردم بازار صورتهای خودشون رو به خاک زدن. تنها چند دقیقه بعد از اون همه اهل بازار کار و کاسبی خودشون رو جمع کردن و رفتن. سانتیاگو عصبانی، خسته و شرمسار از سادگیش جایی وسط میدون ایستاده بود. دیگه نمیتونست این وضع رو تحمل کنه و تقی زد زیر گریه. از ته دل گریه کرد و از خدا دلگیر بود که چرا در عرض یک روز از چوپانی با 60 گوسفند به فقیری بیچیز در مملکت غریب تبدیل شده بود. وقتی اشکاش تموم شد به یاد سنگایی افتاد که اون پیرمرد بهش داده بود. فهمید که اونقدام بدبخت و فقیر نشده. خودش رو جمع جور کرد و منتظر فردا صبح موند تا بتونه سفری که آغاز کرده رو به انتها برسونه. صبح شد، بازار دوباره به جنب و جوش افتاد. چوپان ماجرای ما بین که بدون کجا داره میره در کوچه های ناآشنای مصر قدم میزد. گرسنه بود و به جز یک شیرینی پیشکشی از سوی یک شیرینی فروشی بازار چیزی نخورده بود. ناگهان جلوی یه نوشته میخکوب شد. این نوشته روی در مغازه یک بلور فروشی چسبونده شده بود که میگفت در این مغازه به زبان خارجی هم صحبت میشه. سانتیاگو نگاهی به ویترین مغازه کرد. خاک از سر و کول بلورها بالا میرفت. فکری به سرش زد. یه نفس عمیق کشید و داخل مغازه رفت. به بلور فروش پیشنهاد کرد که در ازای مقداری غذا مغازش رو تمیز کنه. مغازه‌دار چیزی نگفت. سانتیاگو هم منتظر پاسخ نموند. خیلی زود دست به کار شد و تمام ظرف‌های بلوری پشت ویترین رو برق انداخت. در این فاصله چند مشتری داخل شدن و خرید کردند. نزدیک ظهر سانتیاگو از مغازه‌دار کمی غذا خواست. هر دو با هم به کافه‌ای رفتند و غذا خوردند. مغازه‌دار به اون پیشنهاد کرد که براش کار کنه. سانتیاگو به اون گفتش که یکی دو روز پیش اون کار می‌کنه و با پول جمع شده به سمت اهرام میره. اون خیلی زود فهمید که اگه یه سالم اینجا بمونه و دستمال بکشه بازم نمیتونه خرج سفر به اهرام رو جمع کنه. در یک لحظه تمام شور و شوقی که با هزار زحمت توی خودش جمع کرده بود دود شد رفت هوا. حالا اون دوباره سر خونه اولش برگشته بود. بی پول، بی انگیزه و بی زبان در میان غریبه ها. سانتیاگو پیشنهاد مرد بلور فروش رو پذیرفت. اون تصمیم گرفت تا زمانی که بتونه دوباره گله‌ای برای خودش بخره همینجا بمونه و کار کنه. اون رویای اهرام و یافتن گنج رو کنار گذاشت و تنها دلخوشیش این بود که بتونه دوباره به وضعیت قبلیش برگرده. ماها یکی پس از دیگری می اومدن و می رفتن. حالا سانتیاگو می تونست به زبان عربی با مردم صحبت کنه. خوش برخوردی و ایده های تازهی که می داد باعث شده بود تا مغازه بیرونق بلور فروش به دوران اوج خودش برگرده. مغازه‌دارم که از این اوضاع بسیار راضی بود سانتیاگو رو در فروش شریک کرد. حالا سکه های دزدیده شده یکی یکی به کیسه سانتیاگو برمیگشتن. اون اوقت پول در آورده بود که میتونست به جای 60 تا گوسفند 120 تا گوسفند بخره و با آفریقا هم وارد تجارت بشه. سانتیاگو تصمیم گرفت که به اسپانیا برگرده. همونطور که داشت لباساشو جمع میکرد چشمش به ردپای چوپانی افتاد. همون لباسی که روز اول رسیدن به مصر بر تن داشت. چیز مهم دیگه که یادش اومد سنگا. اون پیرمرد راهنما رویای سفر به اهرام و یافتن گنج رو به یاد آورد. چیزی در اعماق قلبش اون رو به سمت رویاش سوق میداد. اون با خودش فکر کرد که همیشه میتونه به اسپانیا برگرده، چوپان بشه و حتی همیشه میتونه بلور فروشی کنه. اما همیشه نمیتونه به اهرام بره. تصمیمش رو گرفت. حالا مقصد اون دیگه اسپانیا نبود. اون به سمت اهرام قدم برمی داشت.
سانتیاگو به سراغ یکی از کاروان‌ها رفت که از قرار معلوم می‌خواست به سمت اهرام مصر حرکت کنه. در طول راه با یه مرد جستجوگر انگلیسی آشنا شد. این مرد می‌خواست کیمیاگر عربی رو پیدا کنه که به راز زندگی طولانی و دانش تبدیل فلز به طلا دست یافته بود. راه طولانی بود. خطر زندگی اونها رو تهدید می‌کرد، اما با این وجود نیرویی که قلبشون رو به تپش وامی داشت قوی‌تر از تمام ترس‌هایی بود که می‌شناختن. وقتی در میانه های راه بودند، خبر اومد که قبیله های صحرانشین در حال جنگ با هم دیگه. هر کاروانی هم که سر راهشون قرار میگیره، طعم تیز شمشیر رو میچشید. مسئول کاروان تمام تلاش خودش رو میکرد تا اهالی کاروان و بارهاشون رو به سلامت به نزدیکترین منطقه بی‌طرف برسونه. در اون صورت فرصتی برای زنده موندن پیدا میکردن. چون این رسمی در بین قبیله ها بود که به منطقه های بی‌طرف دسترازی نکنن. بعد از چندین روز و شب قدم برداشتن در ترس، بالاخره نزدیکترین منطقه بی‌طرف جلوی دیدگاه اهالی کاروان پیدا شد. همه خوشحال بودن و از فرط شادی یه جا بند نمی شدن. مسئول کاروان اهالی کاروانش رو دور هم جمع کرد تا چند کلمه‌ای براشون صحبت کنه. قرار بر این شد تا روشن شدن تکلیف جنگ همون روستا بمونن. گذشته از این، چون حمل هر گونه سلاح توی روستا ممنوع بود، تمام کاروانیان باید شمشیر، خنجر یا تپانچه خودشون رو تحویل افراد ویژه‌ای میدادن. به این ترتیب وقفه بزرگ در رسیدن سانتیاگو به اهرام ایجاد شد. هر کدوم از کاروانیان به یک چادر مجزا رفتن. بعد از کمی استراحت، مرد انگلیسی به دنبال سانتیاگو اومد تا با هم به دنبال کیمیاگر بگردن. پیدا کردن کیمیاگر علت اصلی سفر مرد انگلیسی بود. اون میخواست روش تبدیل فلزات به طلا رو یاد بگیره. اون دو تمام واحد رو زیر پا گذاشتن، اما هیچ خبری از کیمیاگر نبود. کسی هم نمیخواست در مورد اون چیزی بشنوه. در بین جستجوهاشون سانتیاگو و مرد انگلیسی به یک چاه نزدیک شدند که بانوان اون واحد برای بردن آب دور اون جمع شده بودن. سانتیاگو سعی کرد با یکی از اون خانوم‌ها صحبت کنه، اما اون خانوم بعد از توضیح بسیار کوتاهی که داد گفت نباید با خانمایی که سیاه پوشیدن صحبت کنید. اونها همسر دارند و در واقع این کار درستی نیست. اون دو نزدیک چاه منتظر نشستند تا زمانی که بالاخره یک خانم با لباس‌های رنگی برای بردن آب اومد. سانتیاگو خودش رو به اون رسوند، اما به جای به دست آوردن نشان کیمیاگر، نیمه گمشده خودش رو در چشمان اون دختر پیدا کرد. بالاخره بعد از کمی مکث جرأت کرد و اسم اون دختر رو پرسید. اسمش فاطمه بود. سانتیاگو یک دل نه صد دل عاشقش شد. مرد انگلیسی که دید آبی از این دیگه پسر جوون گرم نمیشه، راهش رو کشید و رفت. چوپان ماجرای ما صبح بعد با امید به دیدار دوباره فاطمه جایی نزدیک چاه منتظر شد. ناگهان چشمش به مرد انگلیسی افتاد که داشت به صحرا نگاه میکرد. مرد انگلیسی به اون گفت که دیشب کیمیاگر به ملاقات اون اومده. البته به جز چیزی که خودش میدونست دانش دیگه‌ای به اون یاد نداده. مرد انگلیسی حالا هوای زمانی رو داشت که سانتیاگو گوسفنداشو به پیرمرد داده بود و باز هم همون حرفای تکراری پیرزن رو تحویل گرفته بود. در همین زمان فاطمه برای پر کردن کوزه آبش اومد. سانتیاگو هم بدون معطلی به اون گفت که دوستش داره و میخواد تا آخر عمر در کنارش باشه. فاطمه شوکه شد و آب از دستش روی زمین ریخت. از اون روز به بعد سانتیاگو شبها رو به این امید سر می‌کرد که صبح زود چند کلمه‌ای با فاطمه صحبت کنه. در یکی از همین روزها رئیس کاروان و اهالی کاروانش خبر داد که زمان تمام شدن جنگ مشخص نیست و شاید سالها طول بکشه. همه چیز برای اینکه سانتیاگو رویای رسیدن به اهرام و گنجش رو رها کنه دوباره به یک چوپان تبدیل بشه و با فاطمه در واحه زندگی تازه رو شروع کنه مهیا شده بود. اما یه اتفاق همه چیز رو تغییر داد. سانتیاگو روی شنها نشسته بود و داشت به زندگی در واحه فکر میکرد که چشمش به دو شاهین افتاد. اونها درست بالای سرش پرواز میکردن. سانتیاگو با دنبال کردن الگوی پرواز اونها دچار نوع هیپنوتیزم شد و ناگهان در نظرش لشکری از عربها رو دید که به سمت واحه یورش میبردن. اون سراسیمه به سمت کاروان رفت و ماجرا رو براشون تعریف کرد. برخلاف انتظار سانتیاگو، رئیس کاروان اصلا تعجب نکرد. در عوض به اون گفت که باید با رئیس قبیله صحبت کنه، چون تصمیم نهایی بر گردن اونه. سانتیاگو شجاعتش رو جمع کرد و موضوع رو به رئیس قبیله گفت. بعد از گفتگوی طولانی که بین عرب‌ها انجام گرفت، قرار بر این شد که اونها آماده نبرد بشن. اما دو گزینه برای این آمادگی در نظر گرفتن. گزینه اول این که اگه واقعا کسی به واه حمله کرد، به ازای نفراتی که از دشمن کشته بشه، به سانتیاگو طلا بدن.
گزینه دوم در صورتی فعال میشد که کسی به واحه حمله نمی کرد. در اون صورت این سانتیاگو بود که باید جونش رو از دست میداد. ترس وجود سانتیاگو رو فرا گرفت. با عجله به سمت خیمه فاطمه حرکت کرد. میخواست قبل از اینکه خیلی دیر بشه با اون خداحافظی بکنه که ناگهان مردی سوار بر اسب جلوی اون ظاهر شد. غریبه بود، اون رو نمیشناخت. غریبه از سانتیاگو پرسید چه کسی به خودش جرأت داده که راز شاهین ها رو برملا کنه؟ سانتیاگو به اون گفت من بودم. غریبه شمشیرش رو بیرون آورد و اون رو بلند کرد. سانتیاگو فرار نکرد و در کمال ناباوری خودش رو برای مرگ هم آماده کرده بود. غریبه شمشیر رو روی پیشانی اون گذاشت اما کاری نکرد. غریبه به سانتیاگو گفت اگه فردا زنده موند به سراغش بیاد. سپس به همون سرعتی که اومده بود ناپدید شد. اون غریبه کیمیاگر بود. فردای اون روز 2000 مرد جنگی به سمت واحه اومدن اما نتونستن کاری از پیش ببرن چون مردان واحه از قبل آماده بودن. تمام اون سربازها به دست مردان واحه کشته شدن. رئیس قبیله به قول خودش عمل کرد و به ازای سربازان کشته شده به سانتیاگو طلا داد. حالا اون بیش از گذشته ثروتمند شده بود. غروب همون روز سانتیاگو به سمت نشانی که از کیمیاگر گرفته بود به راه افتاد. بالاخره بعد از اینکه ماه بالا اومد سر و کله کیمیاگر هم پیدا شد. اون دو با هم به سمت خیمه که وسط بیابون بود رفتن. قرار بر این شد که کیمیاگر به سانتیاگو کمک کنه تا به اهرام برن و گنجش رو پیدا کنن. اما سانتیاگو نمیتونست فاطمه رو رها کنه. اون براش بسیار ارزشمند بود. کیمیاگر به اون گفت که عشق واقعی هرگز مانع پیشرفت تو نمیشه. فاطمه هم که از قبل به تو گفته بود باید جستجوت رو تموم کنی. سانتیاگو به واحه برگشت، به سراغ فاطمه رفت و تمام ماجرا رو براش تعریف کرد. فاطمه با روی باز سانتیاگو رو تشویق کرد تا به دنبال سوالش بره و همراه با کیمیاگر اهرام رو ببینه. روز بعد سانتیاگو به سراغ کیمیاگر رفت. هر دو بار سفر رو بستند و به سمت اهرام حرکت کردند. سفر پیش روشون سرشار از خطر بود. اونها با هر قدمی که برمی‌داشتن بیشتر به قلب جنگ نزدیک می‌شدن. تقریبا در انتهای مسیرشون بودن که یه دسته عرب جنگجو جلوی راهشون رو گرفتن و گفتن اگه میخواین به راهتون ادامه بدید باید هر اونچه دارید رو رو کنید. کیمیاگر و سانتیاگو اجازه دادن. وقتی عربها کیف کیمیاگر رو میگشتن یه وسیله شبیه تخم مرغ و مایه زرد رنگ پیدا کردن. کیمیاگر به اونها گفت که اینها سنگ فلاسفه و اکسیر زندگی هن. عربها فکر کردن اون دیوونه است و حسابی خندیدن. بعد اجازه صادر شد و اونا تونستن به راه خودشون ادامه بدن. کیمیاگر و سانتیاگو به یک صومعه رسیدن. در اونجا با استقبال یک راهب روبرو شدن. کیمیاگر با استفاده از سنگ فلاسفه مقداری طلا درست کرد و اون رو بین راهب، سانتیاگو و خودش تقسیم کرد. چون طلای سانتیاگو به دست قبیله جنگجو غارت شده بود. فردای اون روز کیمیاگر و سانتیاگو از هم خداحافظی کردند چون تا رسیدن به اهرام چیزی باقی نمونده بود. سانتیاگو صدای قلبش رو دنبال کرد و بالاخره تونست اهرام رو ببینه. اون از بزرگی و شکوه این سازه بسیار تعجب کرده بود. به یاد آورد که پیرمرد و کیمیاگر به اون درباره نشونه ها گفته بودند. در همین زمان سوسکایی رو دید که جلوی پاش حرکت میکنن. اون سوسکا در مصر نوعی خدا به شمار میرفتن. سانتیاگو این رو به عنوان یک نشونه پذیرفت و شروع به کندن زمین کرد. فایده ای نداشت. دستاش زخمی و جسمش خسته شده بود. ناگهان سایه سه انسان روی اون چاله افتاد. اونها دزدان صحرا بودند و به دنبال طلا میگشتند. تمام طلاهایی که کیمیاگر به اون داده بود رو دزدیدند و سانتیاگو رو مجبور کردند به کندن زمین ادامه بده. چون فکر میکردند که اگه گنج پیدا بشه به راحتی ثروتمند میشن. اما گنجی در کار نبود. راهزنا هم سانتیاگو رو یک کتک مفصل زدند. قبل از اینکه اون رو در صحرا رها کنن، رهبر راهزنها به سانتیاگو گفت بی خود وقتتو توی این صحرا تلف نکن. گنج وجود نداره. خود من بارها خواب دیدم که در یک کلیسای قدیمی زیر یک درخت انجیر جایی که یه چوپان با 60 گوسفند خوابیده گنجی نهفته است. اما هرگز اهمیتی به این خوابها نمیدم. سانتیاگو اون مکان و اون چوپان خفته رو به خوبی میشناخت. مدتی طول کشید تا دوباره به کشورش و همون کلیسای قدیمی برگرده. وقتی رسید زیر درخت انجیر رو کند و جعبه‌ای پر از طلا و جواهر رو به دست آورد. حالا اون میتونست با دستی پر و قلبی آرام از اینکه گنج خودش رو پیدا کرده پیش فاطمه بره. چیزی که سانتیاگو میخواست نه در میان اهرام مصر بلکه در نزدیکترین و آشناترین مکان زندگیش پنهان شده بود.
اون برای درک این مفهوم ساده چه رنجهایی رو که به جون نخریده بود. سانتیاگو هم مثل خیلی از ما از درستی رویاهای خودش مطمئن نبود و نمیدونست که چه چیزی در انتظارشه. با این حال برخلاف بسیاری از ما جسارت دنبال کردن رویای خودش رو به دست آورد و از زندگی تکراری و آرام خودش دست شست و در جستجوی حقیقتی که قلبش اون رو طلب میکرد قدم در مسیری ناشناخته گذاشت و رنج چالش ها و موانع راهش رو به جون خرید. سانتیاگو میتونه نمونه بارز هر انسانی باشه که در پشت زندگی پرهیاهوی امروز به دنبال تحقق رویای کودکیشه. امیدوارم از شنیدن این داستان و خلاصه این کتاب هم لذت برده باشید. ممنون که تا آخر این اپیزود هم همراه من بودید. تا اپیزود بعدی خدا نگهدار.